داستان الهام بخش اولین فضانورد افغانستان عبدالاحد مومند. سلام دوستان، به کانال ما خوش آمدید. امروز قصد داریم تا با یکی از الهام بخشترین داستانهای علمی تاریخی آشنا شویم. داستان مردی که با اراده قوی و پشتکار بی‌نظیر توانست به فضا سفر کند و به عنوان اولین فضانورد افغانستان شناخته شود. او کسی نیست جز عبدالاحد مومند. پس با ما همراه باشید تا از نزدیک با زندگی و دستاوردهای او آشنا شویم. عبدالاحد مومند در تاریخ 1 جنوری 1959 در ولایت غزنی در جنوب شرقی افغانستان به دنیا آمد. خانواده او از طبقه متوسط جامعه بودند و پدرش معلم بود. از همان دوران کودکی مومند علاقه ویژه‌ای به علوم و فناوری داشت. او همیشه با چشمان درخشان به آسمان نگاه می‌کرد و رویای پرواز به فضا را در سر می‌پروراند. مومند تحصیلات ابتدایی خود را در غزنی به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل به کابل رفت. او در دانشگاه کابل در رشته فیزیک مشغول به تحصیل شد و با نمرات عالی فارغ التحصیل شد. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه مومند به نیروهای هوایی افغانستان پیوست. او آموزش های تخصصی در زمینه هواپیمایی و فناوری های مرتبط را دریافت کرد و به عنوان یک خلبان ماهر شناخته شد. در این دوران مومند توانست مهارت های خود را در زمینه های مختلف مانند ناوبری و کنترل هواپیما تقویت کند. در دهه 1980 افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی همکاری های علمی و فضایی خود را گسترش دادند. در سال 1988 اتحاد جماهیر شوروی برنامه ای را برای اعزام فضانوردان از کشورهای مختلف به فضا آغاز کرد. افغانستان نیز به عنوان یکی از این کشورها دو کاندیدا برای این برنامه انتخاب کرد. عبدالاحد مومند یکی از این کاندیدا بود. او به مرکز آموزش فضانوردان یوری گاگارین در نزدیکی مسکو اعزام شد تا آموزش های لازم را دریافت کند. آموزش های مومند در مرکز یوری گاگارین شامل تمرینات فیزیکی سخت، آموزش های علمی و تکنیکی و همچنین شبیه سازی های مختلف فضایی بود. او باید یاد می گرفت که چگونه با شرایط بی‌وزنی و محیط خشن فضا کنار بیاید. این آموزش ها شامل پروازهای شبیه سازی شده، تمرینات در اتاقهای تحت فشار و تمرینات زیر آب برای شبیه سازی شرایط بی‌وزنی بود. مومند با پشتکار و تلاش فراوان توانست تمامی این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارد و به عنوان فضانوردی آماده و مأموریت فضایی معرفی شود. در 29 آگست 1988 عبدالاحد مومند به همراه دو فضانورد روسی ولادیمیر لیاخوف و والری پولیاکوف به عنوان مهندس پرواز در مأموریت سایستی M6 به فضا پرتاب شد. این مأموریت به اصطلاح فضایی میر انجام شد. سفر به فضا برای مومند یک تجربه شگفت‌انگیز و تاریخی بود. او اولین افغانستانی بود که به فضا سفر میکرد و این افتخار بزرگ برای او و کشورش بود. مومند به مدت 9 روز در اصطلاح فضایی میر اقامت داشت. در این مدت او به انجام آزمایش‌های علمی مختلف پرداخت. یکی از برجسته‌ترین آزمایش‌های او تحقیقاتی در مورد رشد کریستال‌ها و تأثیرات ریزگرانش بر مواد مختلف بود. این آزمایش‌ها می‌توانست به بهبود فرآیندهای صنعتی و علمی روی زمین کمک کند. همچنین مومند آزمایش‌های در زمینه پزشکی و بیولوژی انجام داد که نتایج آنها برای جامعه علمی بسیار ارزشمند بود. یکی از لحظات به یاد ماندنی در مأموریت مومند ارسال اولین کلمات به زبان پشتو از فضا به زمین بود. او در پیام کوتاه اما پرمعنی عشق و علاقه خود را به وطنش را ابراز کرد و امید و افتخار را به مردم افغانستان هدیه داد. این اقدام او باعث شد تا مردم افغانستان با افتخار و غرور به دستاوردهای علمی و فضایی کشورشان نگاه کنند. پس از اتمام موفقیت آمیز مأموریت مومند و همکارانش در 7 سپتامبر 1988 به زمین بازگشتند. بازگشت او به زمین با استقبال گرم و پرشوری از سوی مردم و مقامات افغانستان همراه بود. او به عنوان یک قهرمان ملی شناخته شد و داستان او در سراسر کشور بازتاب یافت. مومند با افتخار و غرور از تجربیات خود در فضا سخن گفت و جوانان افغانستان را به دنبال کردن رویاها و اهداف بزرگشان تشویق کرد.
پس از بازگشت از فضا مومن به فعالیت‌های علمی و آموزشی خود ادامه داد. او در ترویج علم و فناوری در افغانستان نقش مهمی ایفا کرد و همواره به عنوان یک الگو برای نسل‌های آینده شناخته می‌شود. مومن همچنان به کار در زمینه علوم فضایی و آموزش جوانان علاقه‌مند به فضا ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند تا بذر علاقه به علم و تحقیق را در دلهای جوانان افغانستان بکارد. او در کنفرانس ها و برنامه های علمی مختلف شرکت می کند و تجربیات و دانش خود را با دیگران به اشتراک می گذارد. داستان عبدالاحد مومن داستان یک انسان با اراده قوی و رویای بزرگ است. او نشان داد که حتی در شرایط سخت و چالش برانگیز نیز می توان به اهداف بزرگ دست یافت. امیدوارم که این داستان الهام بخش شما نیز باشد و شما را ترغیب کند تا به دنبال رویاها و اهداف خود بروید. اگر از این ویدیو لذت بردید، حتما آن را لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید تا از داستانهای بیشتر و الهام بخش دیگر نیز مطلع شوید. ممنون که با ما بودید و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار شما.